Ardaşer, Murad Aliye. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко. Кунжи Сурх, ворзышгар намоянда аз Джумхури Исломи Иран. Саджад Муаммади Оли Бари. زمین در نور او روی زمین دیار من دیار من دیار بی زنهار من ای در زمین ما را قمر ای در سفر ما را خطر ای قبله هر قافله ای قافله سالار من بسم الله شهد بلا بسم الله شیرین لقا بسم الله شمس و زها شاه شهید کربلا چون میروی بی من مرو ای جان جان سن مرو از چشم من بیرون نشو ای مشهد تابا کنجی کبود ورزشگر نماینده از جمهوری تاجیکستان زالی برکو دوشنبه وزنش 70 کیلوگرم 21 سال از خدیاکو اشتاد دو بازی و دو غالبیت چمپیون جمهوری تاجیکستان اردشیر مراد علیه کنجی سرخ ورزشگر نماینده از جمهوری اسلامی ایران استاد ورزش بنمودی گوشتین وزنش یکو وزنش 70 کیلوگرم قدش یکو 72 سی سال است دو بازی یک غالبیت یک مغلوبیت با تخلصی کردمن سجاد محمدی آلی بری ایران بلنده های عزیز و ارجمند این آخرین قوازمایی در این شوم است قوازمایی خصبی میانه ورزشگری تاجیکستان اردشیر مراد علیف و حریفی او از جمهوری ایران سجادی محمدی آلی بری و ببینید این ورزشگری تاجیک است که در همه لحظه های اول یک برتری داشت اما در حالت پرتری اینجا برتری رو از دست داد و اکنون ورزشگر ایران اما ورزشگر تاجیک هم ببینید که اصول لدادن دست رو بسیار به مورد استفاده کرده استاد است اما اگر سر بدهد دست رو سر داد در نوبت بعدی اکنون ورزشگر تاجیک هم بسیار یک سرعتش بلند بود در لحظه های اول اما ورزشگر کشور ایران در ادامه نیز یک نوع مهارتش نیز برتری پیدا کرد چون که او گوشتین طرز آزاد مشق کرده است و اینچنین در نمود ورزش های زورخانه‌ای در پهلوانی در کشورش در ایران مقام اول را اشغال کرده است و طول 6 ماه می شود که در نوع ورزش MMA مشق و تمرین میکند و در صنعت محاربه های آمیخته باشد دو بازی گذرانیده است یک برد و یک باخت دارد چخلی که در اینجا میبینیم یکم فقط در یک حالت ایست هر دو قرار دارن از این لحاظ داور هر دیانا رو در حالت راستو در تکیگاه راستو خزان و باز رقابت شروع شد و در اینجا ضربه های خوبی اردشیر به نظر میرسد ولی در اینجا میبینیم که این ورزشگری از ایران سجاد محمدی آلی بری در نمود گوشتی خیلی هم قوی است و
اصولهای گوشتی را بیشتر استفاده برده استفاده است. بله اکنون در اینجا ورزشگر ما در یک حالت قرار دارد که او باید بیشتر به همون اصولهای خفه کردن یا بوغی کردن تکیه کند، چون همون طور که گفتم این ورزشگر ایران سجادی محمد اولیبری در نوع گوشتینی طرز یوزد در کشورش یعنی در ایران چمپیون است و در گمان است که در اصولهای طرز گوشتینی یوزد با او غالبیت به دست بیاورد ورزشگر ما. اما ورزشگر ما در قامت راست بسیار برتری خوب دارد، چند ضربه مستقیم هم گذراند و ببینید چگونه نشان میگیرد، هم با دست چپ جیب گذراند، اینچونی با دست راست ضربه مستقیم زد. اگر یک ضربه دیگه هم دو ضربه پیاپا میشد شاید در حالت نکاوت بود. بله ورزشگر ایرانی رو شاید همون ضربه هایش یک نوع حالت موازینتیش رو گم کرده باشد ورزشگر ایران، اما این هم هنوز استودگری دارد چون بله در اینجا باید اردشیر رقابت رو باید بعد ضربه ها باید دوام دید. بله یعنی یک سرعتی بلند تکنیکش رو اومد نگذارد که سوز شود، حرکتش رو بیشتر کند و در اینجا شاید اردشیر فرصت داده شده است که حریفی او هم رقابت رو دوام دید. بله چون امروز در تالاری سیرک دولتی کشور تعدادی زیادی دوستداران و هواداران صنعت محاربه های مقطع جمع شدند و آنها مست به خاطر یا به خاطر تماشای چنین محاربه ها آمدند. من فکر میکنم در اینجا باید اردشیر ضربه رو پای در پای استفاده برد. بله ببینید او چون یک ضربه میگذراند بعدا همون مسافه رو نگاه میدارد. بله در اینجا ببینید باز ولی در اینجا مچ خیلی که میبینیم ورزشگر ایناری هم ورزشگر قوی است و تاثیر این ضربه ها کمتر میشه. اگر ضربه ها پای در پای باید اگر شوند شاید در حالتی یکان نکداون یا نکاوت بیافته ورزشگر ایرانی. اما اینجا اکنون امکانیت های ورزشگر ایران بیشتر است، ورزشگر ما هم در نوبت خود توانست که از همون اصول رها یابد. بله در اینجا باید اردشیر همون ضربه های پای در پای رو باید از دست ندهد. بله 10 ثانیه دیگر تا انجام باقی مانده است. بله میبینیم در اینجا وقت انجام رسید و ببینید باز ورزشگران هم دیگر رو احترام میکنند، از حالت پارتر میخیزونند. اکنون پس از یک لحظه تنفس ادامه میکند راوند دویومی قوازموی. در اینجا تماشابینان محترم راوند دویوم شروع شد. راوند اول البته بیشتر ورزشگری تاجیک اردشیر مرادعلیف فعال بود و اکنون در راوند دویوم ببینیم که چگونه همون امکانات هایی که در قسمت یکم یا فرصت هایی که ببینید این ضربه ها اگر ورزشگر ایران اگر کمی فرق بولی میکرد، اگر این ضربه نسبتاً به همون قسمت رویش میرسید شاید این قوزموی تغییرش حل میشد. اما اکنون در حالت پارتر ورزشگر ایران رو اکنون تماشا میکنیم که چگونه ببینید فعال است و نمیگذارد که ورزشگری تاجیک حتی از زیر اصول او رها یابد و اکنون باید نگذارد ورزشگری تاجیک با اصول های داشتن دستی او با اصول های خفه کردن یا بوغی کردن بیشتر تکیه کند. آن همین گونه اگر داشته استد ورزشگری تاجیک یعنی بیشتر با اصول های تاکتیکی می باید ورزشگری مرو گذارد. بله در البته باید که آنها اندیشه کنند که اردشیر که اگر یک خطاگی می تواند با یک اندیشه مغلوبیت شود. اکنون داور هم پایخست کرد چون نتیجه نبود. بله. حدود 20 ثانیه به عمل همین بود که باز بخیده اردشیر. بله در اینجا باید پای در پای باید باشه ضربه رو در قامت راست چگونه برتری دارد. بله و
معنی این ضربه اگر میرسید شاید تقدیر خودموی حل میشود. اما ضربه مستقیم با نتیجه یگانه خود نرسید و باز اکنون همون حالت کلینچ بیشتر از اون گواهی میدهد که ورزشگران خسته شدند. اردشیر خوبتر میشد که در مسافه رو یک مسافه معین رو میداشت، فقط با ضربه دست و پای بیشتر حریف خود رو با ضربه دست و پای کار میکرد. بله، او با اصول های تاکتیکی گذاشتنش ضرورت دارد. در اینجا حدود 2.5 دقیقه دیگر تا انجام باقی مونده است. ولی باز در اینجا هم باید فقط یک ضربه، ولی باید در اینجا هم مربی هم با او گفته استودن که پای در پای ضربه بزن و مسافه رو نگاه دار، نگذار که حریفت با حالت کلینچ یا با همون حالت اصول های پارتری گذرد. بله بله، بعد دو مرتبه هم در اینجا دیدم که حالت پارتری آنها به نتیجه بود. بله، ببینید چگونه این ضربه ها، اگر از ابتدا اگر شمردن بشود حدود 15 ضربه ورزشگری تاجیک اردشیر بود که بروی حریفش رسید. بله، بعد یک ضربه که ببینید در یک حالت ناراحتی است، اگر کمتر می ایستد بعد اون می تواند و در ادامه سبقت حدود 1.5 دقیقه دیگر باقی مانده است. دوستان عزیز، ورزشگر تاجیک همون رو برتری دارد، اما فقط همون ترکیب مربیانش هم اشاره میکنن باید نگذارد که ورزشگر ایران حداقل به اون نزدیک شود در حالتی کلینچ یا با اصول های گوشتین گذرد. بله، در اینجا میبینیم که ورزشگر اینوری همیشه در حالت حمله است، ولی ضربه های به نتیجه است و او هم خسته شده است. خستگی بله، او هم احساس کرده میشود. و در اینجا میبینیم که یک ضربه خوب از جانب ورزشگر ایران بود، ضربه با واسطه پای لو کیک و الهول باز در حالت اونها یعنی که خستگی هستند و رقابت دوام داره در اینجا. بله، حدود 30 ثانیه دیگر تا انجام این سبقه باقی مانده است دوستان عزیز، و اگر با این طرز اگر ادامه کند سبقه، پس کی رو میتوان غالب تخمین زد؟ بله، البته در اینجا من فکر میکنم غالبیت باید به اردشیر داده شود. بله، اینجا بدون یکون طرفگیری میتوان ورزشگر تاجیک رو افضل دانید، چون که ضربه در اینجا اردشیر بیشتر از جهت تکنیکای خوبی دست و پای رو بیشتر استفاده بود. بله، حدود چند ثانیه دیگر تا انجام باقی مانده است دوستان عزیز. کوبینت همین طرح هم وقتی اساسی به انجام رسید و باز همون صمیمیت نسبت به هم دیگر، باز همون احترام حریف رو به جا آوردن در اینجا رعایت کرده می شود. ورزشگر ایران هم دستان خود رو بالا می بردارد و او هم می گوید که من امروز پیروز بودم. با ورزشگر از جمهوری تاجیکستان مراد علیف اردشیر. دوستان عزیز و ارجمند، مهمان ترین ورزشگران خوش اومدن، خوش اومدن. بین رقابت های بین المللی نیز غالبیت به دست آوردن، در همه جا گزارش ما هم به انجام برسد. تا برنامه های بعدی سربلند و پیروز باشید، با ورزش مشغول شوید، تا سالم و تندرست بمانید.